تک ماکارون شما را به تماشای این برنامه دعوت می نماید. خانم اسکندری، غیر از که خونتون خیلی قشنگه، چشمانداز خونتون هم خیلی قشنگه. خیلی ممنون، لطف دارین شما. من فکر کنم که شما بهتر از هر کسی بتونین درباره آلودگی هوای تهران نظر بدین، چون قشنگ میبینین چه روزی هوا تمیزه چه روزی هوا کثیفه. کاملا، هم وضعیت هوا و هم وضعیت ترافیک، ما از این بالا همه چی کاملا رصد میکنیم. دوستان که میخوان تردد کنم میگم الان همت خیلی شلوغه زیاد، الان نیاین یاد بیاین. خدا رو شکر وضع هوای سر بهتر شده، الان کوه ها رو که میبینم برف زده و فکر میکنم نسبت به 10-15 روز گذشته اوضاع هوایی کمی بهتر. اگه خدا رو چرا اینقدر هوا آلوده شده؟ من بگم، من واقعا فکر میکنم که یکی علتش ماشین های بیش از حده. این تک سرنشینا، و من یادم قبلنا واقعا وقتی که مثلا از یک ساعت تا یک ساعتی ما ترافیک داشتیم، یک این که تعداد ماشینا زیاد شده، بنزین اون ممکنه نوعش نوع خوبی نباشه. و جالب اینجاست که شما قبلا مثلا از ساعت 7 صبح میگفتن تا 9-9:30 دیگه همه مدرسه و اداره میرن تعطیلن، ولی الان شما هر ساعتی تا 2 هم بیای همه دارن میرن اداره. همینجوری اصلا واقعا من میگم این همه افراد واقعا چیکار میکنن؟ پس به خاطر خانواده ها چند تا ماشین دارن الان نگاه کن، تمام بندی دو تا شده، یعنی وام های ماشین فکر هیچ زمانی شما نمیبینی اصلا تهران سیاسی. الان نگاه کن، همین از وقتی که آقای سعد ما رو آوردن، ما فقط از در اومدیم تو انبار فیلم دیدیم، ماشاءالله این منظره اینجا گل و زیبایی من که مرد خواستم اصلا قابل قبول نیست. آقای سعد اینا تبعیض نژادی آقای سعد. آره جالب، اینجا جالب آقای سعد، کافی شاپ و رستوران و نه اصلا رستوران چیه؟ الان هم ما میخواییم تو این ترافیک بریم خونه، به خدا ما تا ساعت 9 شب هم میریم. خب من اینقدر وقت شما رو گرفتم، داره شب میشه، میرسین آشپزیتون رو بکنین؟ والا منم نگران همینم. خب شد، حالا یکی از دوستامو گفتم بیاد کمکم، الان صداش میکنم تون تون با هم دیگه. قبل از اینکه دوستتون رو صدا کنین یه دفعه منوتون رو یادآوری میکنم. من میخونم دوستون سریع واسه که همه تون یخ زدین. من پیش غذام رو اعلام میکنم که اشک و بادم جون. توضیحی که میخواستم بدم بابت اینه که چون بحث غذای ایرانی بود و شام ایرانی، دوست داشتم که در واقع غذاهایی درست کنم که با هم تناسب داشته باشه، یعنی چون غذای اصلی من ایرانیه، میخوام همش رو در یک در واقع بسته بندی ایرانی باشه. واسه همین کشک بادمجون فکر کردم جزو غذایی که ما معمولا حالا تو در واقع شامامون میخوریم به عنوان پیش غذا. پس میخواین دوستتون رو صدا کنین که شروع کنین؟ آره حتما. فرح جان یه لحظه میای. ایشون خانم فرهناز فیروزچیان هستن، از دوستان بسیار عزیز من. سلام کنم با دوستان با دوستان. سلام خانم فیروزچیان، انشالله که امشب خرابکاری نکنم آقا بروتون همه. چند سال دوستیم با هم خانم اسکندری؟ 21 سال. واقعا؟ بله البته هر ماه بیشتر، 21 سال و بیشتر نیست، ولی خب از همون تو بیمارستان با
هم آشنا شدیم. من فکر میکردم شما همون 20 سالتون اینا باشه. آره دیگه از آره دیگه یه سال شما بذاروش. خیلی خب بفرمایید، ما هم در خدمتتون هستیم. شما کار میکنین، من از میتسه میخوام بپرسم. بله ما سریع بریم تا آشپزخونه شروع کنیم دیگه. بله وسایلو بیه. از اونجایی که ما خیلی خانم های نظیفی هستیم با پیشبند کار میکنیم. خیلی خوب خانم های خوب. الان میخواین چی کار کنی؟ ببینید خانم های این چی؟ تو خونه آقایون تو خونه دقت کنن این پیازی که خورد کردیم برای در واقع همه غذاهامون، چون پیاز زیاد مصرف میشه، هم برای کشک بادمجون لازم داریم، هم برای تحچین و هم برای خورشت قیمه، واسه همه هم پیازا رو. حالا اسکندری آشپزیتون خوبه یا نه؟ والا کسی که دست پختم و خوردم میگن خوبه دیگه، حالا نمیدونم. الان این پیازا رو خودتون خورد کردین یا فرح خانم؟ فرح زحمت چه کشیده. الان از این گروهی که هستین راضی هستین؟ بسیار عالی. آره من با بچه‌ها خیلی ارتباط نزدیکی نداشتم، ولی خب همیشه معمولا تو برنامه‌ها تو جشن‌ها هم دیگر رو می‌بینیم. خانم مقالو که خب به هر حال پیشکسوت ما هستن، بهنوش که از زمانی که منشی صحنه بود می‌شناختمش، و خانم محمدی هم که با هم کار نکردیم ولی جسه گریخته با هم در ارتباط هستیم. فکر می‌کنم مجموعه خوبی از آب در هر کدوم از ما تو یه ژانر کار می‌کنیم، با در واقع یک رنج سنی و با یک بک‌گراند کاری. فکر کنم برای مردم هم این ترکیب جذابه. غذای اصلی خورشت قیمه است. بله. در کنارش هم تحچین کوچولو. بله. اینم دوست دارم بگم چون اولین غذایی که تو زندگی بیاد گرفتم خورشت قیمه بود، اون از مامان بزرگم. فکر کنم 13 14 سالم بود. و چون خیلی عاشق تدیک هستم دیگه دیدم ای فکر شما تدیک. بله. عجب ببخشید. خودش میگفتید. بله من این مواد لازم رو ما چیدیم روی میز واسه عزیزان. بفرمایید مواد لازم. مواد لازم مقداری پیاز داغ به همراه، البته پیاز داغ برای همه این غذاست. این در واقع نشون بدین. این در واقع گوشت مغز رون گوساله است که برای خورشت قیمه خوردش کردیم. فیله مرغی که تو ماست و زعفرون خوابیده شده برای تحچین. و اینم بادمجون هاست که قراره بعدن کبابی بشه. اون کاسه آبیا چیه؟ زحمت بکشه. اینم لپه های منه که خیس کردم از دیشب. لپه رو برای این خیس میکنن که یه موقع نف نکنن مهمانان عزیز. برای اینکه نمره موقع از من کم نکنم. واسه همین از دیشب اینا رو خیس کردم. اینم یه مقدار گوشت چرخ کرده است که قراره که تو کشک بادمجون بریزی میذاره طعمش رو خوشمزه تر کنه. اینها هم کشک و در واقع گردوه که برای یه کشک بادمجون استفاده میشه. اینم سیر تازه است که هم یه بخشش رو توی در واقع تحجیم میخوام بریزم، یه بخشش هم توی کشک بادمجون. سیب زمینی هم که برای تزیینات خانمای خوبه تو خونه میتونن طبق دستور من خورشت قیمه درست کنن، فیله مرغ درست کنن، یعنی تحجیر مرغ درست کنن و کشک بادمجون. حالا من از فرح عزیز خواهش میکنم که بره روغن رو بریزه تو مای تابت، چون الان مهمونا میرسن و آبروی سیاست خواهر اسکندری که میگن خواهران اسکندری، خواهران اسکندری. شما ناراحت نمیشین که دارن در باره خواهران اسکندری صحبت میشه؟ چرا ناراحت شد؟ خودم خیلی وقتا شما رو با خانم ستاره اشتباه میگیرم. خیلی وقتا خانم ستاره رو با شما مثلا به شما دقیقا وقتا میگن خانم ستاره خانم اینجوری. آره خوب نمیشین. یه خاطره با مزه دارم، رفته بودم اصفهان سر فیلم برداری با امین زندگانی، بعد یه دختر دوید گفت ماما ستاره اسکندری امین زندگانی ستاره. آها گفتم با هم اشتباه. واقعیتش اینه که از اولی که ما شروع کردیم بازیگری رو تقریبا همین اتفاق شروع شد، تا هنوز هم ادامه داره. نه الان قریب 15 16 ساله که من و ستاره داریم کار حرفه‌ای می‌کنیم، همچنان ما رو اشتباه می‌گیرن، ولی خوبیش اینه که یه وقتای کارای خوبمون رو به پای من می‌نویسن دیگه. و یه وقتایی میرن تو خیابون میگم وای چقدر تئاترتون قشنگ بود خانم سیندری، فوق‌العاده بودین، تو نرگس بی‌نظیر بود. من یه توضیح بدم، اینکه من برنجمو دمی درست می‌کنم، یعنی برنجمو خیس نکردم، چون فکر کنم همه خواص برنج به دمی بودنش دیگه، آبکشش که می‌کنی همش میره. آها. برای همین من برنجتون چیه؟ چه مارکه یعنی؟ یعنی که ایرانیه. برنج بله ایرانیه. بله بله. من اصلا برنج خارجی استفاده نمی‌کنم. دلتون می‌خواست کی توی این گروه بود که الان نیست؟ یه ذره سخت اینجوری گفتم، ولی خب الان همیشه همه فکر می‌کنم من با ستاره در یک گروه قرار بگیرم، ولی کلا رقابت دو تا خواهر با هم سخت، ترجیح میدم با هم هم مسابقه ندیم. ولی دوستایی که خب فکر میکنم که آشپزی خوبی دارم و میتونم موفق باشم، همین بچه‌ای که میگم هم سارا خیلی دست پخت خوبی داره، هم کمند،
فکر میکنم اون بچه ها اگر که با هم تیم میشدیم اون هم تیم با مزه میشد. من یه پیمونه برنج دودی هم قاطی برنجم کردم که طعمش خوب بشه. اون عروسک آبیه چیه اونجا زیر اون آینه ها؟ این از مجموعه کلا قرمزیه آقای همسایه، بیارمش اشکال نداره. نخی چهره رو خیلیم عالی پروژه. اینو برادرم برای من کادو گرفته از شخصیت های محبوب کلا قرمزیه. خانم اسکندر اگه دماغتون این قدیه بود عمل میکردین یا نمیکردین؟ زنان ایرانی گرایش بده کردم به جراحی های مختلف زیبایی و چرا همه این همن انگار که توی دنیای مجازی که عکساشونو میبینه انگار سری دوزی کرده، همه رو قالبی گرفتی، همه دماغای عروسکی، گونه های برجسته و لبای برجسته که از نظرش زیبایی نداره، چون واقعا زیبایی طبیعی چیز دیگه است. دماغ حالا استثنا یه ذره حسابش فرق میکنه. من اجازه بدین برنجمو یه بله هم برنجمو بادمجونو من یه حرف بزنم. این بادمجون آره دیگه، شما میخواین یه کار کنین که من امشب ببازم ولی نمیذارم. بعد فکر میکنین خودتون چندم میشین؟ یه ذره سخته ولی دیگه با توجه به سابقه خانم مقالو و داشتن کتاب آشپزی و پیشکسوتی و به هر حال سالها در واقع زندگی خانوادگی و فرزند، فکر میکنم قاعدتا بعد دستبخت خانم مقالو از همه ما بهتر باشه. اگر بخوام به ترتیب حساب کنم قاعدتا ایشون بعد اول باشه، حالا خودم یا دوم شاید هم سوم نمیدونم. چهارم ولی نمیشه، فکر نکنم چهارم بشم، یه ذره دیگه. خانم اسکندری کجایین؟ هیچی ببخشید من یادم رفت این سیرا رو خورد کنم رفت. بله بله بله، این سیرا رو برسونم به دست دوستم. واقعا کمک آورد ما با این بعضی بخشید یه ذره. اوه چه صدایی هم دارد خانم اسکندری. شما کی به دنیا آمدید؟ متولد چه ماهی هستی؟ من متولد 30 آذر هستم. یعنی شب یلدا؟ بله شب یلدا. شب یلدا؟ اون که خیلی سخته که هیچ وقت شب تولدتون هیچ کی نمیاد پیشتون. چرا؟ اتفاقا همیشه به دلیلی که اتفاقا بیشتر خانوادگی برگزار میشه، دلیل اینکه به مناسبت شب یلدا خانواده دورم جمع. حالا من یه سوال بکنم اگه خواستین دروغ جواب بدین باشه؟ خواهش میکنم. چند سالتونه؟ من 40 سالم. الان دروغ گفتین یا راست؟ نه بخدا راستشو گفتم. من از اون دست بازیارم که از روزی که اومدم تاریخ تولدم تغییر نکرده. بعضی از دوستان در طول این سال‌ها دچار صغر سن شدن، مثلا از دهه 40 رسیدم به 50 کم کم میرسم به 60. نه من 30 آذر 54 هستم، هفته گذشتم تولدم بوده و وارد 40 سالگی شدم دیگه. تولدتون مبارک باشه. خیلی ممنون. شما توی فیلم خاک سرخ هم جنوب کار میکردین درسته؟ بله. نقش اول کار آقای حاتمی کیا بودی؟ بله. چه جوری بود؟ خاطره ای دارین؟ دلهوره، ترس، نگرانی؟ کار سختی بود ولی تجربه بسیار کامل بگین چه حسی بود، چه حالی بود؟ اولا اینکه خب اولین کار جدی من بود، یعنی من اولین کاری که توی یک نقش به این بزرگی به من داده بودم و خیلی مسئولیت سنگینی بود. یه سریال رو دوشم بود، یعنی مسئولیت یک سریال 20 قسمتی رو دوشم بود. اولین کار سریال سازی آقای حاتمی کیا بود و خود آقای حاتمی کیا خیلی دلشوره داشت و من با هر به عنوان بازیگر تازه کار که 5-6 ماه بود که وارد عرصه بازیگری شده بودم در برابر کلی بازیگرای حرفه‌ای بعد بازی می‌کردم، آقای پرویز پرستویی، خانم کرامتی و دوستان دیگر، و موقعیت‌هایی که برای اون کاراکتر ایجاد می‌شد در طول سریال خیلی کارش رو سخت می‌کرد. اما اون چیزی که در واقع برای من جذاب بود این که برای من اونجا یک مدرسه بود، یعنی واقعا 9 ماهی که ما فیلم برداری کردیم عین یک دانشگاه بود و خیلی چیزا یاد گرفتم. من میخوام اسم چند نفر رو بگم، خیلی کوتاه نظری جمله چیزی اگه هست درباره شون بگین. بفهم. آقای رضازاده. آقای رضازاده
توی جمله گفتنش سخته. خب تو دو تا جمله بگی. حجمش زیاده یه ذره. گفتنش در یک کلام نمی گنجه. از نظر من همیشه خیلی من بامزه بود تصویر آقای رضازاده، یه پسر بچه‌ای مثلا 4-5 ساله است که یهو بزرگش کردم. صورتش یه صورت کوچیکه و همیشه به نظر من چهرهش مثلا آدم فکر می‌کنه بیشتر از 6-7 سال نداره، ولی در یک اندام بزرگسال. بعد خیلی قهرمان ایران به عنوان برای کشورمون افتخار آفرینی جدی کرده. امیدوارم که هر جا هستن صحیح و سلامت باشن. خانم بهنوش بختیاری، ماشاءالله به انرژیش، همیشه گفتم این همه انرژی این در واقع یه زبلخان بود اون موقع ها، یه کارتونی پخش میکرد زبلخان اینجا زبلخان اونجا زبلخان همه جا. در مورد بهنوش هم میشه اینو گفت، همیشه همه جا هست و واقعا همیشه یکی اون یکی خانم راهنما و من میگم ماشاءالله به این همه انرژی که فرصت میکنم به همه جاها برم به همه کارشون برسم، واقعا بهشون تبریک میگم. توی کاراتون کدومو بیشتر دوست داریم؟ خب خاک سرخ بر من یه جایگاه ویژه داره به خاطر که با اون مجموعه در واقع مردم منو شناختن، ولی بعد از اون من 5-6 تا مجموعه با موضوعیت دفاع مقدس کار کردم. سریال رقص پرواز که خیلی دوست دارم، فکر می‌کنم یکی از بهترین کارهای دوره در واقع دفاع مقدس هستش. مجموعه در چشم باد کار کردم، مجموعه همچون سرو کار کردم و مجموعه دولت مخفی که همشون با موضوعیت دفاع مقدس. چقدر دیگه از کارتون مونده الان؟ من اگه اجازه بدین سیرا رو برسونم به دست خانم فرهناز. من دو تا کار با هم میتونم بکنم. خانم اسکندری. نه آقا، من دو تا کار هم حرف بزنم هم. خب نوبت چیه؟ حالا نوبت دسره خانم های خوب خونه دار. من همه وسایلم رو میز چیدم. دسرتون اسمش چی بود؟ دسر من اسمش از مشکوفیه، دسره که در واقع بیشتر در استان مازندران تهیه میشه. شبیه مگه شما مازندرانی؟ نه ولی خب با مازندرانی ها وصلت کردیم مثلا همین. آها آها چه جالب، حرف داریم دسرتون رو بزنیم. خودتون اهل کجایی؟ من که اصلیتم خراسانی هستش ولی در واقع بزرگ شده تهران هستم، این تا 3 سالگی اونجا بودم. همسرتون مال کجا؟ ایشون بختیاری هستن. گفتین مازندران که؟ نه نه خودم منظورم نبود، خانواده از خانواده ما وصلت کردم با مازندرانی. خانم اسکندری مال کجای خراسانی؟ من مال جنوب خراسان هستم. پدرم مال شهرستان کاشمر هست و مادرم مال تربت هیدریه، ولی خودم متولد تربت هیدریه هستم. تا 3 سالگی اونجا بودم و بعد اومدم. همسرتون مال کجا؟ مال گفتین بختیاری. ایشون آره بختیاری هستن، اصالتشون از علی گودرز هستش و در واقع بیشتر برمیگردم به بختیاری ها و لورها در دستان دارستان. متاسفانه یه سری از دوستان و همکاران من هستن که فکر کنم همیشه روزگار برای این پاش نمیچرخه، یعنی تو همیشه در اوجی و قرار همیشه همینقدر باشی کار کنی، همیشه در اوج باشی، ولی من اصولا یک کمی آینده نگر هستم، بهتره که اینجوری بگم. یعنی یه داره همیشه بر بعد میذاری خصیصین یا نه؟ راستشو والا دوستان بپرسید. خانم فرهناز من خصیصم؟ فرهناز خانم؟ فرهناز خانم راستشو بگو. خانم اسکندری خصیصن یا نه؟ نه تو این 21 سال که من خصاصتی ندیدم. دست و دل باز. خیلی دست و دل باز. خیلی زیاد دست و دل بازه. بیشتر خرجتون تو ماه برای چه کاریه؟ خرج های در واقع خانم ها بیشتر تو آرشگاه اینا خرج میکنم، ولی من خیلی اهل آرشگاه نیستم، بیشتر عاشق ماساژ و ورزش و ورزش. چه ورزش میکنی؟ یه لیوان دیگه. چه ورزش میکنی خانم؟ من شنا بیشتر میکنم و جدیدنم دارم تنیس بازی میکنم. اوه بح 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 بح، قرار که در تیم هنرمندان بدرخشم. بعد لباس چی؟ اهل رنگ و لباس؟ رنگ که خیلی دوست دارم، یعنی از فکر کنم زندگی مشخصه که چقدر رنگ دوست دارم، چون فکر میکنم که اصلا آدم حالش دگرگون میشه با دیدن رنگ ها. رنگ مورد علاقه هم آبیه، آبیه، انواع آبی ها از طیف آبی فیروزه‌ای لاجوردی و من فکر میکنم که رنگ برای زندگی همه آدم ها لازمه، ولی متاسفانه در فرهنگ ما بیشتر رنگ هایی که تو خونه ها میبینی طیف کرم و نخودی و استخونیه، ولی واقعا آدم ها اگه تأثیر رنگ در زندگیشون بفهمن اون وقته که دیواراشون رو قطعا رنگی میکنن و اون رنگ ها میتونه حالشون رو دگرگون کنه. چقدر آویزهای قشنگ و رنگی هم شما آویزون کردین. مرسی. برای نهی تصویرش رو میبینیم خیلی زیباست. اون آینه هایی هم که سمت چپتونه، اون سه تا آینه، اونا هم هر ستاش کار خودتونه. بله این آینه های قدیمی که این نبقه اولین کارهایی که انجام دادم
اون دو تا کاشوهای در واقع آینه‌های اول با کاشوهای سنتی اصفهان ساخته شده، یعنی ضخامت اون کاشوه نزدیک به 2 سانتی متر. یعنی مثلا بناهای تاریخی اصفهان خراب می‌کردن؟ نه نه نه، کاشی اصفهان منظورم یعنی که تو اصفهان در واقع کاشوهایی که ساخته میشه به شکل در واقع دست ساز کارخونه‌ای نیست، یعنی تو کارگاه تولید میشه و بعد اینا به دلیلی که تو مساجد استفاده میشه ضخامتش نزدیک 3 برابر کاشوی عادی. کاشوی معمولی معمولا 5-6 میله ولی اینا نزدیک به 2 سانت در واقع ضخامت داره. خیلی اجرای سختی داشت، اینا کار قدیمی مثلا مال 17-18 سال پیشه، ولی اون آینه اولی که هلال ماه داره اون رنگای پایینش رو که میبینی اینا سفالینه‌هایی که از دوره تیموریان و این حرفا زیر پشت سرتون زیر اون گلدونا رو سری کاشیکاریه. ببینیم در اون هم کار خودتونه؟ این کاشه اون پشت منظور تو بله 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 نه بله. اینا کاشه اسپانیایی، یک کاشه در واقع آماده است. نه کاشه که اون تو دیواره دیگه دارم کار کاشه کاریمو، اینجا خیلی کار ندارم به دلیل اینکه فضاشو خیلی نداشتم. تو دفتر کاریم بیشتر نمونه کارم یه در واقع همسرتون هم کاشه کارن؟ نه خیلی همسر من تولید کننده هستن. آها بله آره. دسرم هم یه دسری که خب سالا پیش مامانم خیلی درست میکرد، الان خودم چند بار درست کردم، امیدوارم که بتونم براتون درست کنم. مامانم بگو بیاد درست کنم. نه اصلا کمک که قراره بیاد. مشکوفیه که یه جور دسر مازندرانی، یعنی در واقع شبیه فرنی که بهش یکم زعفرون اضافه میشه. مشکوفی 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 بله. حالا این دسر چی شد؟ داری چی؟ یه دفعه برام توضیح بدید. هیچی، الان اون 4 قاشق نشاسته رو با آب سرد حل کردم، تو آب سرد حل کردم که گوله گوله نشه، بعد به شیر اضافه کردم و یکم شکر، حالا بعد بذارم تو گاز یه ذره همش بزنم و بعد بهش یه مقدار هل اضافه میکنم و گلاب که حالا اینا رو یه ذره تو مرحله پخت. فقط اینکه اینقدر استرس گرفتم و سردرد گفتم حالا یه قهوه اگه اجازه بدین من بخورم اینجا. حتما خواهش میکنم. خیلی دیر شد، من همش نگرانم مهمونامون برسن الان و من اینجا بمونم بدونه. ای وای الان گفتین منم استرس گرفتم. آره بفرمایید شما یه قهوه میل کنی. خیلی متشکرم. بفرمایید. خب این چی شد؟ اینا من قهوه شیر بخورم. ببخشین چی خوش چرا دارین میخوایی من شما؟ آره یعنی واقعا شما فکر کنم با این قد و هیکل باید شیر خوش بخورم آقای سرم. چی داری میبینیم و گفتیم ببخشین؟ نه خیلی، ایشون اسمش فسمیل، یه شیر جدیده، شیره که به شکل پودری سرو میشه مخصوص خانمایی که نگران افزایش وزن هستن. یه شیر کاملا رژیمی سرشار از کلسیم بدون چربی، توصیه میکنم به همه خانمایی که میخوان ورزش کنن، وزنشون رو کم کنن ولی ویتامین های بدنشون حفظ شه از این شیر تهیه کنن از داروخانه های معتبر در سرتاسر کشور. قضا در چاله؟ والا من اگه اجازه بدین سری به این فعلا این بادم جونا رو بذارم واسه خودشون یه ذره تف بخورم تا برم سراغ فیله مرغم. اینم فیله مرغ منه که قبلا اینجا دوستان ببینید قبلا این آماده شده به همراه این رو من برایش از پیازداغ درست کردم. خانم اسکندری این مصاحبه‌ای که میکنید تو یکیش دوباره گفته بودیم به خاطر یه تجدید نتونستیم وارد دانشگاه تهران بشین، درسته؟ به خاطر؟ تجدید تجدید نه یه ذره در واقع با قول از قدیم میگفت از زبانه سبز زبون سرخ سر سبز در به باد حکایت من بود. منم یه ذره زبونم کار دستم داد. من مجسمه سازی دانشگاه تهران قبول شدم اتفاقا با همین دوستم فرهناز سال 73 با همین فرهناز خانم که با هم مجسمه سازی قبول شدیم. قرار بود با هم بریم دانشگاه که متاسفانه من تو روز امتحان عملی یه جمله‌ای به یه آقایی گفتم که بعدم فهمیدم که همه کاره اون چی گفتی؟ بهش گفتم شما به من ایراد گرفت، گفتش که مکعبی که کشیدین در واقع پرسپکتیوش درست نیست. من نگاه کردم گفتم نه پرسپکتیوش درسته، قد من و شما با هم فرق میکنه، زاویه دیدم با هم فرق میکنه و همون باعث شد که از دانشگاه تهران جا بمونم با رتبه 1 نتونستم برم. اینم در واقع گوشتای قیمه مونه که با پیاز داغ که قبلا گذاشتم داریم یه ذره تفش میدیم که انشالله برسه. من خیلی علاقه خاصی به ظروف مسی دارم و فکر کنم که خصوصا خورشت قیمه توی ظرف مسی خیلی خوشمزه در میاد و همین دلیل سعی کردم که امشب به دوستان غذا توی ظروف مسی بدم. خانم مغانلو
خانم مغانلو خیلی مادر اسم کنم که نسبت به در واقع همه، خصوصا تو هر جمعی که ازش، این حس مادرانش خیلی غالبه بهش و آدم یه جوری احساس حمایت میکنه در کنارش و فکر میکنم که یار خوبی باشه توی مجموعه با ما. آقای رضا رشیدپور اصولا مجریا یه مقداری چیزن دیگه، اهل به قول معروف چی میگن شلوغ کردن و اهل سر صدا رو انداختن. فکر میکنم آقای رشیدپور هم در این زمینه خیلی موفق عمل کرده، خصوصا با این برنامه جدیدش، با انتخابایی که کرده در انتخاب در واقع نفراتی که باهاش مصاحبه کرده. من فکر می‌کنم خیلی مسلطه به کارش و خصوصا با این کاری که اخیراً ازش دیدیم نشون داده که در واقع حیفه که حالا چند سالی که از تلویزیون فاصله گرفت، می‌دونم که دوباره بتونه برگرده به تلویزیون و جز مجریان خیلی خوب تلویزیون هستش. خانم نرگس محمدی، نرگس محمدی هم از اون بازیگراست که فکر کنم تا آخر عمرش با شخصیت ستایش همه جا بشناسنش دیگه. تو ایران اینجوری وقتی آدم توی یه نقش جا میفته دیگه ازش نمیتونه فرار کنه. فرق غذاهای آدم با هم دیگه سر ادویه‌شونه. الان چی دارین اضافه می‌کنین؟ من یه کمی نمک به میزان لازم، کمی فلفل. این فقط همین بخششو بلدم ادای دوستانو در بیارم. خب بعد اینم گوش کنم. آها اینم گیشنیزه که یکم پوچ کردم. میرزم من یه ذره ترچینامو چیز درست میکنم، پر ادویه درست میکنم. چه عالی. یک کمی هم بعدم بهش زیره اضافه میکنم. این چیه؟ این زیره است. آها زیره. بفهمه که اهل موسیقی هم هستی؟ موسیقی بله، موسیقی در واقع خیلی موسیقی فولکلور رو دوست دارم، موسیقی های محلی که فکر میکنم تو هر کشوری که میری در واقع موسیقی های سنتیشون رو که میشنوی یه جوری بازگو کننده فرهنگ اونجاست. من فکر میکنم که ایران خیلی از لحاظ موسیقی های محلی غنی هستش و خیلی دوست دارم. خودم چون خراسانی هستم طبعا موسیقی خراسانی خیلی دوست دارم. موسیقی های کلن بیشتر مناطق و موسیقی بختیاری رو به دلیل که همسرم بختیاری کردار رو خیلی دوست دارم و کار پاپ رو گوش میدم، راک رو گوش میدم، یعنی خیلی تعصب خاصی ندارم. کنسرتیش وقت رفتین تشریف بردین؟ بله زیاد. آخرین کنسرتی که رفتین کنسرت کی بود؟ آخرین کنسرتی که رفتم کنسرت آقای علی زنده وکیل در تالار وزارت کشور بود که خیلی اجرای خوبی بود. خیلی خوشحالم که نسل جدیدی از خواننده های ما در واقع فعال شدن، مثل آقای زنده‌وکیل، مثل گروه های مختلفی، مثل چهارتار، مثل دوستان خوبی، مثل آقای قربانی، مثل آقای عقیلی. یعنی یک جوری حالا برخیشون موسیقی سنتی میکنن، برخیشون در واقع ترکیبی از موسیقی سنتیه و حالا موسیقی های مدرن تر و فکر میکنم که اتفاقات خوبی توی این سالها افتاده در حوزه موسیقی. الان من از کشکم رو میریزم به این، تقریبا اینا به یک مرحله ای رسیده که قابل فرح جان. بله بودو بی تو رو خودی کش که بادم جانم هم بزن، خیلی دیر شد من افتادم به حرف زدن. تمام این کابینت رو باید تمیز کنم. بسه از اینجا اینا رو بردارم. بسه با این کسی که میخوان چربی زدایی بکنن پیشنهاد میدم از این مایه چربی زدایی روف استفاده کنم برای پاک کردن سطوح چرب، کابینت ها، گازشون کاملا معطر، غیر اسیدی و درجه یک. الان من هم اینجا رو تمیز کردم. حالا میخوایی تمیز کنیم بذاریم بر بعد دیگه. آره دیگه نه آخه نیست. چشم من رفتم نم بذارم میشه اینجا دوستان بشنم من پس من برم آماده بشم دیگه. حتما برو. این نقشه که میبینید طراحی پدر بزرگم هست، متعلق به 60 سال پیش. پدر بزرگم یکی از در واقع طراحان فرش مطرح استان خراسان بودن، الان متاسفانه بین ما نیستن، روحشون شاد بشه. شاید اولین جرقه های در واقع رفتن به سمت هنر و خصوصا نقاشی در ذهن من از کارگاه های پدر بزرگم شکل گرفت از دوران کودکیم.
من خیلی چیز ازش یاد گرفتم واقعا. جاش الان بینمون خالیه. سلام خانم مولود. سلام حال شما. شما خوب هستی؟ خوبی شما؟ بله بله. ببخشید تو ترافیک خیلی زیاد بود، شرمنده ارادت. ما موندیم از سر کارم داریم میایم. چه سرد بیرون. سردتون شده؟ خیلی یخ. چه گلای قشنگی گرفتید. خواهش می‌کنم. به زیبایی خود صاحبش خانم اسکندری. به 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 به. چطور بوده تا این دو شب راضی بودین؟ کار که خیلی خوب بوده. آره ولی خیلی سخته واقعا. چی؟ آقای سعد این امتیاز دادن ها، چون واقعا بچه ها خوبن تا اینجا که ما میبینیم همشون وقت خونه دار و زیادی خوب. که امتیاز نده بودیم. نه ببینیم، من واقعا چون خودم هم کار هیئت داوری رو دارم، من آدم واقعا منصفیم. آخه خب چیزی که وقتی که میبینین درسته همه جاشه، بگم انتخابه که روی ما دوستان چهار تا کردین همه خوبن، برای همین امتیاز دادن ها خیلی سخت. ببینیم امشب چطور میشه انشالله. طبقه 18 همه برای 18. من اجازه بدیم این گلم سنگینه، شرمنده که ببخشی دیرم شده. ما از این طرف سر کاریم. چرا؟ آماده 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 میشه. با اجازت ببخشی. نه چه بایده بایده. سلام خانم وقت تو چقدر نو حال شما چطوره؟ خوب هستی؟ خوبی؟ خوب هستی؟ خواهد وقت داری. من چند تا سوال هم خواستم از شما بکنم. بله بلمون کن تو رو خدا، بریم حالا یه زنی همه مارگیمر سوال میکنه. بریم بریم حالا بعدم حسن آقا بیه یکی هم نونو بیا بلش. باشه ما رفتیم خود بعدن حالا سوال رو جواب بدیم. بیا بالا بله خواهد جواب. من میخواستم از این سوالی بپرسم در باره اینکه بیشه. ای وای. سلام خانم آمدی. سلام. حال شما چطوره؟ خوب هستی؟ خسته نباشیم. شما خسته نباشیم. زنده باشیم. چطور بود دیشب؟ امروز حسابی کار داشت نره؟ دیشب آره دیشب، یعنی خیلی خیلی چیز شدم، خیلی خسته شدم، ولی خب خیلی خوش گذشت بهمون. بعد امروز هم که از صبح همش داریم کار میکنیم دیگه. دیگه قشنگ با هم با مامان و خواهر خونه رو تمیز کرد. نه آقای سر، اینقدر سارا طرفداری نکنی، یعنی دلم میخواد همه سرم بکوبم به دیوار. به خاطر اینکه از صبح که از خواب بیدار شده فقط چای خورده، فقط واسه خودش چای ریخته، فقط چای. بعد بهش گفتم، گفتم که چرا پس دیروز انقدر الکی کار کردی، امروز هیچ کاری نمیکنی؟ فکر نه منم دارم کارام میکنم دیگه. مگه میشه خود دیروز که تمام مدت داشتم شما کمک میکردم؟ خب من دیروزم بهتون گفتم، گفتم این جلوی دوربین داره اینجوری میکنه. شما برگشت الهی من آقا ببخش نمیدونم یکی زده بود بالا ما اینجا گیر دوباره برگشت پایین. خانم سوال بی سوال یه سوال میخواستم ببینم راضی بودین دیشب بهتون خوش گذشته یا نه؟ خیلی بودو 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 خیلی آقای سروش بذاریم ما بیم دستمون به خدا افتاد. این چرا والا بسته نمیشه؟ استاد پرسشه. ولی واقعا خونتون خیلی خوشگله ها، مثل لباسای خودت که خوشگل میپوشی، رنگامیزیش همه مثل اونجاست. ولی خیلی قشنگه. من عاشق رنگم دیگه، همه جا رو میبینم. ولی عالی. حالت خوب میشه با رنگ؟ میدونی من احساس میکنم که آدم توی خونه وقتی که فضا رنگای مختلف داره، هر طرف رو نگاه میکنی به حس و رویه. گفتین حالت خوب میشه، ولی خانم محمدی گفتن حالشون بد شده دوباره. چرا نرگس؟ آره دیشب خیلی خسته شده. واقعا دیشب خیلی زحمت کشید. دستش واقعا درد. خونه های همه همون میدن، مال شما هم میتره که نرگه چی دیگه از صبح با مامان همش داشتیم کار میکردیم. مامان سارا چی؟ سارا هیچی، سارا فقط چایی میریخت واسه خودش، هی از این اتاق میرفت. بچه شیرینی تزینی نیست. بله چشم. به نظر من بزرگترین حقوق بازای دنیا اونایی که صداقت دارن، کارشون قشنگ پیش میره بدون هیچ هزینه ای. صداقت دارن؟ یعنی چی؟ من نشنم. یعنی راستشو میگی قشنگ، همه با هم همکاری خیلی خوبه. چه دروغ بود که نیستن که بعد دیگه همه چی پیش میره با حاله ریچی ربطی داشت. نه ولی من میگم با هم رو راست بود.
بودن، ترک بودن به نظر من خیلی قشنگ تره. ببین ولی به خودت قبول داری فرهنگ راستگویی و این اصلا تو ایران جا نیفتاده؟ بابا بهترین چیزش همون فیلمی بود که 10 سال پیش چی بود، آقای یاری حسین یاری بود با یه روز اومد راست بگه تمام زندگیشو همه چی ریخت. آره بابا واقعا نمیشه. من واقعا دروغ گفتم. یه فیلم بود دنیای وارونه. دنیای بارونه بود دیگه، خانم نصیر پور بود با حسین یار. نه اگه فکر میکنی تو کارات نه نمیگم باید بایدی نیست، ولی واقعا تو ایران فرهنگش همه زن و شوهرها مادر و بچه همه دارم دوری بودن یه جور بشه دیگه، بعد یک سری افراد شروع کنن. نه خب یه چیزایی را همه به هم تو یه زمان دیگه. من ازدواج نمی کنم، همش اعتماد نداره ها واقعا. تو پول دادن نمیدونم تو همه الان همین کار خودمون رو ببینین چقدر راحت دروغ میگن. همشون میگن شبکه پول نداد، این پول نداد. خیلی یعنی باشه این کار خودمون. نرگس چون شبکه پول نمیده. آره نمیده ولی کاری که میکنیم یک ما دو ما میگیریم بعد بدویم همه. خب همین رو میگم دیگه، میگم اینم قطعا نیستش که واقعا شبکه خیلی دیگه بعضی ها تهیه کننده دیگه یاد گرفتن. نه من اونو نمیگم چون نمیدونم ندیدم، ولی دارم میگم یه چیزایی رو همین بچه های خودمون هم دروغ میگم. با دروغ مخالفین آدم بخشنده ای هم هستین. من پر از خشم و کینه و عداوت و انتقامم، مخصوصا نسبت به سروش صحت. چقدر شیرینی آخه عزیزم. تصمیم دارم که شرمم اومدم چه رفیقی دارم. نه این تلوک اصلا نشسته اما خوش میگه چه بهش اینجوری شده. من هیچ وقت اینجوری ندیدم اشتفت. همیشه به هم میگه خیلی جلفی بشین سر جاش میگه. هیچی بابا نم از استرس میمیرم، انقدر دیر شد و انقدر حرف زدیم که همیچه غذا هم مونده از ترس هم فکرم کم آوردیم دوتا. واقعا استرس دارین الان؟ آره واقعا این چند شب که خونه بچه ها بودم حسابی سورپرایز شدم از دست باختشون. دیگه الان آمریزی ترچینم هم گوشتم تو فر پولم هم که کشده دوقع نکشنه این هم که پیش غذا همه کشکه بادم جون ببینیم بدم. به 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 بعد اگه اجازه بدی من کم کم این پرچی برم درارم. بله شروع کنم دورشو در واقع تزیین کردن که ببرم بذارم رو میز. بعد چقدر آشپزخونتون چشم اندازش تو شب قشنگه. خیلی ممنون، چشماتون قشنگ میبینه. این هم از پرچین ما. وای 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 حالا روشو تزیین کنیم. خانمای خونه دار یاد بگیرم. خانمای خونه دار بلدم ولی اصلا من فکر نمی کردم شما اینقدر آشپز درجه یکی باشین. حال بذار بخوری نه این شهر نخورده نمی توی قضاوت کنیم. ببینی مزهش هم به خوبیت قیافشه. ظاهرش که امتیازش دهه. خیلی ممنون. من این ترچینه رو بکشم کم کم دورشم باید. چقدر تو این گروه رقابت سخته، همه ماشاءالله آشپزای درجه یک. آره واقعا بچه ها همه دستپختاشون عالی بود. میگم من که اصلا دیشب خونه نرگس خیلی سورپرایز شدن چون معمولا که دختره که تو خونه خیلی آشپزی نمی کنن ولی دستپخت نرگس عالی بود، کلی لذت بردیم. من دور اینا رو لذت تزیین کنم. من فکر کنم همه تون باید اول بشین. آره دیگه. آخه بعد هم نیست دیگه چون معرفه میکنم با هیچ کاری بلد نیستی، همش از رستوران غذا میگیریم چون سر کاری هیچ کاری بلد نیستی. منم باورم نمیشه چون آشپزیتون اینقدر خوب باشه. آره من فکر کنم که در واقع میگن که مثل خاصیت داره و به همین دلیل نمیدونم. بعد برای مهمون الان امشب جلو دوربین دارین ظرف مسی یا خودتون و همسرتون هم که هستین باز تو همین مسی ها غذا؟ نه من معمولا غذاهایی که خورشتای اصطلاحا خورشتای قرمز که روب داره توی مس خیلی خوشمزه میشه. من معمولا تو خونه خودمونم که هستیم توی این ظرفا درست میکنم، ولی خب واسه مهمون دیگه معمولا سعی میکنم یه ذره ویلتر درست کنم. ولی آدم دوست داره توی این آشپزخونه وایسه آشپزی کنه. چقدر چشم اندازه خوبه. من هی دلم میخواد بیرونو ببینیم. ببینیم بیرونو میشه بیرونو یه ذره ببینیم.
من این چه شما بیرون رو میبینی من با یک روش دیگه خورشت رو بریزم این تو. خوب اینا رو بکشم دوتا سرسم من این چه رنگی خانواده ماست دیگه همیشه بگم غذا کمه همیشه هم تو خونه دعوا داریم با ساسان چون همیشه میگه بابا زیاد همیشه هم زیاد میاده ولی ای وای پس اهل اسرافی نه واقعا هیچ وقت آقای سعد ما غذا دور نمیریزیم یعنی من حالا دوستانی که اینجا هستن فرهناز شاهده من تقریبا شده سه بعدم این غذا رو بخورم هیچ وقت غذا دور نمیریزم چون فکر میکنم که واقعا نعمت خداست و حیفه و معمولا پایین هم مثل گربه داریم تهش هم که دیگه خودمون نخوریم میدونیم گربه چرا گربه داشتیم تو مجتمعتون؟ بله اینجا معروفه گربه هاش چرا؟ نمیدونم اینجا چند نفر هستن که خیلی به حیوانات علاقه دارن و خیلی میرسن به گربه ها اینجا خیلی زاد و ولد کردن و خیلی فکر میکنم 40-50 تا گربه داره برنک پارک آره خیلی چقدر خوش رنگه این خورش حالا امیدارم مزهش هم خوب شده باشه حالا من یه ذره تزیینش کنم براتون این ور اون وره اینا چیه؟ اینا سیب زمینیه چجوری اینجوریش کردین؟ به سختی آها یه ذره تزیینش کنید بذار من این لیمو امونیه رو بپرستم بره این و خانم شما غیر از اینکه عکاس مجسمه ساز کاشیکار بازیگر و گیریمور قابلی هستی به نظر میاد آشپز خیلی قابلی هم هست. من یه چیزی برم یه دقیقه به استراحت کنم من برای شما یه چیزی آوردم میخوای بدی شوپای من بگم به 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 عزیزم من نسیم جون بذارم بچه ها من این رو دیارم دیگه بشنم من برای تو هدیه آوردم قبلش اینجا تقدیم کنم عزیزم به همه تون برای همه هدیه آوردیم برای همه یه چیزی کوچولو آوردم یادگاریه قرب آدم حسابی آره خیلی شبا خونمون چیز رو بودید اینم برای لاله باز کنم برای لاله رو بایست هم نه بزن خودشون باز کنم نگاه کن چیه تحچین موده صنایع دستی درست کرده این وای خدا دوست داریم برای همه تو یه جورا برای همه تو یه جورا بسی دردن کنه یه قیمه سویه من همه چیو برای تو اونو گذاشتم که آره یه گرم بمونه منم بذاری اینجا بیا اینجا بذارش اینجا آره لاله سوپش این دو من میشنم تو دست سوپات نیست آره من میشنم لاله جو خیلی زحمت افتاده آقا سهد عمرن گروه مثل ما رو پیدا کنی تحتیکا بچه عاشق تحتیکا بودم گذاشت من یه عکس بگیرم از این آزی ناز خوبه من دیدم شما فردا فکرم خارج جایی یه کسی بگیرم بله شد عکس بچه ها میشه شروع کنیم بخواهیم شو بکنم یخ کرده اینقدر خوشگله که اصلا نمیشه خورد بله کشت ما شمیشو ببین میچرخی آره این بچه این پیش غذام بله من راستش دیگه دیدم کشک بادم سیستم دیشب که همه چی با هم آوردیم خان بخده این عکسی که گرفتین رو میذارین در صفحه شخصیتون؟ بله نه پر فکر کن نذارم یه درس من بکشم بچه ها چیزی هر که من نذارم مرسی شما هم اگه زحمت بکشین گولت هم قشنگه همه چیش قشنگه خوش با حال همسر جان شما پیون بده بله من فکر کنم که تو این بخوایم سالاد یا چیز بخوریم ببین حالیم بادنجونه من همون بستم کشک بادنجونه ماشاءالله پیاز داغش هم دوست دارم همش این هم آره بس بس اونم کشکه اونم نعنا داغ با مرچه من یه اعتراف بکنم واقعا فکر نمی‌کردم دست پخت خانم محمدی
و خانم اسکندری اینقدر عالی باشه. آره سهر شما چرا؟ من در برای خانم موغانلو حدس میزدم. آره واقعا چرا انتظار؟ آره همه منو حدس میزدن. یعنی جالب من اصلا به هر کی میگفتم میگفت نسیم موغانلو خطریه. بعد مثلا ولی به من گفتن که چهارم میشی. کلا همه من نون میخوام لطفا. الان چشم. من نون سنگک امروز رفتم گرفتم فقط فکر کنم. من سنگک دوست دارم. آقای سهر میگم آقای ستاره گروه به این خفنی هیچکی نه نون بربری منه. آره نون بربری منه. آره نون بربری بکشم برای من کچولو برای من. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا من دیگه نمک فلفلش رو انشالله همه اونایی که من راستش کلا غذام که هم نمک درست میکنم به دلیل اینکه شما خانم اصلا دوست داشته باشید میگم انشالله همه خونه ها همینجوری سفرهشون ببرید. آمین بخدا بچه براتون شربت بریزم. این شربت بیدمشک و بهار نارنج اونم نه آخر میکنم. من یه سوال بعد انسانه بپرسم. منو بفرزن من دارم بپرس. آقا همش داری میپرسی نازش که لقمه غذا بفرمایید. ولی من با بدجنسی میخوام بپرسم بین شما چهار نفر کدومتون معروف تره؟ هممون معروف. آخه بستگی داره کدومتون به هر حال شناخته شده تره. بابا میگه تو سوالی آقا سروش ما که اهمیت داره هر کسی رو من خیلی خوب اگه این سوال نمیخواین جواب بدین. نه من جواب میدم. آقا هممون معروفه ما. آره من میگم هر کدوممون یک جایگاهی داریم. بعد شما میدونی که خب این طبیعیه مردم بالاخره هر یه تعدادی خب یک بازیگری رو دوست دارن در کل. خب حالا مردم ما که هنرمندا رو دوست دارن. ولی خب این اصلا سوال خیلی خب من معذرت میخوام یه چیز دیگه میپرسم. شما این که توی تیتراژ فیلم اسمتون کجا قرار بگیره براتون مهمه؟ بله من بستگی داره که بازیگرهای مقابلم کی باشن. بله من نه چرا من دارم من مثلا نه خب مهمه بنظرم. آره مهمه ولی مثلا میگم مهم بیشتر کار آدم بهنوش دارم. بله پیش اومده اذیتم کرده سر تیتراژ شناسنامه یه کاره تهیه کننده با من قرق کرد اسمم تو تیجره رضا نزد. به نظر من اینو بچه قرار داد مثلا شما دختران جوونمون پسران جوونمون میانه کاری میکنم. خب ما هم باشون در اون کار شریکیم. خب قطعا طبیعتا اسم این بچه ها باید اول بخوره. ولی خب من فکر کنم آدم هایی که حالا به طور طولانی تو این سالیان کار کردن مثل ما خب بالاخره باید یک عنوانی بغلش اضافه بشه. من در این حد حضور میگم این نه این که همینجوری بخواد نوشته بشه و چهارم پنجم میگم من برام مهمه و من تو قرارداد هم اکثرا اینو بحث بگم. چی میشه نایمده یارو مثلا نمیشناسیش نه تو حالا کار ازش دیدی بعد مثلا یهو میزنن با حضور هنرمندانه فلان فلان. راستی این چیه؟ راستی داستان چیه؟ ولی یه زمان بر من الان بهنوش عزیز سوال قشنگی کرد گفت چطور میشه که دوستانی که جدید میان مثلا یک جاهایی ممکنه بزنن با حضور یک چیزای خفه من تو الان فکر میکنم وقتی که یه نقش پررنگی رو یه کسی بازی میکنه که قبلا هم دیده نشده میذارن با حضور یا با هنرمندیه یا با معرفیه. چون اگه نقش پررنگه داره دیده میشه دیگه چه دلیلی داره این اتفاق بیفته؟ خب برای داره نقش مهمی رو بازی میکنه در این حال اسمش اول نمیده. البته ببینی خب بله به قولشون تازه کار میکردن دیگه وقتی اسمشون میخواد اول بیاد دیگه با حضور و با هنرمندی نداره. پس بچه ما اینجا چی کاریم اگه بازی میکنیم؟ نه حالا یه اتفاق بعدی که نوزا افتاده یه سری از این همکارانی که به قول شما اصلا کسی نمیشناستشون آره. شروع کردن تو فضای مجازی راجع به اینکه در سینما چه محیط آلوده‌ایه و تمام هنرمندها اعلان و بلان خیلی فضای بعدی متاسفانه ایجاد شده و اینکه تهیه کننده ها نمیدونم چه پیشنهاداتی به این دوستان کردن و پس ما که این همه سال داریم کار میکنیم چرا مثالی دارم تو هم باید بدونی ما میگیم دو حرف رو نکنه بوسه بازی کلیج وقت میکنه دست راست. ایوان این حرف درست به بخش ما برما میشه بفهمه معنیش. بله معنیش رو میگم. به نظر من اگر یه خانومی خودشو بتونه خوب حفظ کنه حالا برای کارش احترام قائل باشه دوست داشته باشه و این حرفه حرفه مقدسه. به نظر من فکر کنم احترام گذاشتن به این حرفه به خودشونه هیچ وقت این ذهنیت براش پیش نمیاد
چون برای ماها این اتفاق تا حالا نیفتاده، شاید الان این همه سال سالیانه همه ما سی سال واقعا همه افراد سینما مثل خانواده من، مثل برادرم، مثل پدرم، مثل مادرم، مثل خواهرم، من واقعا همه همکارام اصلا خواهر برادر اینجوری نیست واقعا. من نمیدونم عزیزانی که این جملات رو میگن چی دیدن، چون من خودم مثلا کسی هم که الان خیلی به من میگه اصلا تو بچه اینجا زندگی میکنی، تو که خیلی امکاناتشو داری میتونی بری، ولی نه، من حرفمو دوست دارم، خیلی هم بهش احترام میذارم و عاشقانه همکارام و این خانواده خودم میدونم. من تو این سالی ذهن آدم نمیدونم فضای بیمارستان رو میگن خوب نیست، فضای آرشگاه رو میگن خوب نیست، فضای بازیگری رو میگن خوب نیست، نمیشه که توی همه کارا کم حرفی. من آخه انقدر خوشمزه هستم، ماشاءالله ترجیح میدم که آره کم حرفی. بله بفرمایید که قضا چطوره شما که اینقدر خوشخوراکین؟ آخه بیا بشین سر سفره، آقا ساعت دیگه خوشخوراک نمیتونی نباشی. به خدا راست میگم خیلی خوشمزه. ببین امشب غذا خوشمزه تره یا دیشب که خودتون پخته بودین و گفتین من به خودم ده میدادم؟ نه من واقعا امشب خیلی خوشمزه. حالا فردا رو ببین، من جلو بقیه بگم شما گفتین من اگه بودم به خودم ده میدادم؟ خب چون داشتم زحمت کشیده بودم درست کردم. بابا خانم اسکندری میخواین 12 بدین؟ خدا واقعا 3000 من سالات بردم خودم هم برد بسید چه بشقابی یه برد میخواستم. خانم محمدی حالا به خاطر جای اسمتون تو تیترهای دعوا کردین؟ نمیگم کارشو دعوا کردیم، دعوا نکردم، ولی میدونین چی شد؟ تهیه کننده دستم ناراحت شد به خاطر اینکه کار اولم، یعنی جز به کارهای اولم بود و تو کار اول میخواستین اسمتون رو اول بخورید؟ نه نمیگم این چیز، جز به کارهای اولم بود، گروه منو شیر کرد، گفتش که بیا برو بگو سر پول و اینا، برای چی پولو ندادن اینجوری کردن؟ صد تا کار بزرگتر داشت، منو انداختن وسط. منظورتون این بود که کار صد تا بزرگتر آره دیگه، صد تا بازیگر بزرگتر دیگه بودن، همه اونا هم به من گفتن بیا برو اینا ایرادی نداره، گیریم بشو ولی کار نکن. خلاصه منم گیریم شدم، اون روز کار نکردم، الکی سر پول دعوا کردم. بعدش خدایی هم تقصیر من بودا، یعنی الان که دارم فکر میکنم اینم نباید این کارو میکردم، تهیه کننده بودم لج کرد. 6 ماه تمام اسم منو مثلا آخرین نفری که تو تیتراژ اول میرفت اسم منو زد. ولی بعدش که دوباره حرفه‌ای نیست اصلا، قشنگ نیست. ببینی من فکر میکنم فقط تو ایران ما این اتفاق میفته ها، که واقعا یعنی ضوابط رو عوض میکنن، یعنی با کارهای خودشون نمیدونم خصومت شخصی پیدا میکنن. واقعا به نظر من کار قشنگی نیست، باید قدر زحمت بچه ها رو بدون. حالا اگر درگیر میشیم بالاخره بین دوتا خواهر برادر هم ممکنه یه درگیری پیش بیاد، ولی هر چیزی اگه جای خودش باشه به نظر من انصافش خیلی شخصی شدم نباید بیاد دقیقا. ولی بعد آخه این کارو میکنن خودشون هم میفهمن اشتباه کردن و دیگه خب فایده ای نداره دیگه، این اتفاق افتاده. شد منم یه بار یه کارگردانه رو هول دادم به من گفتش که شاسپرین بازی اینجا دارم نیاری. گفتم که نه، من میخوام یه سبکی مثل فیلم آمیلی بازی کنم. خب آمیلی رو دیدی؟ کارگردان به شما گفت شاسپرین بازی در نیاری؟ آره. از اونجا اسم یه عروسه کن انتخاب کردی؟ نه قبلش بود، یعنی میگفت بازی متفاوت. گفتم باشه خب، من دیگه نگو اینجوری. بعد من چیزی کنم یه سری کنسه میدادم، میگفت نه اینو نگو اونو نگو فلان. من گفتش که تو گفتی میخوام مثل آمیلی بازی کنم، گفتم مگه تو ژان پیر ژونه ای؟ حالا کارگردان فیلم آمیلی خلاصه دعوا میشد با آمیلی. عزیزم اون یه چیز رو من باش واقعا آدم لطافزی ها، من باش کار کردم اصلا خیلی آروم و خوش. ببین بچه کارش کرده که واقعا صداش در اومده. ایده من فقط دارم میخورم تو شما من میخورم حتی ببخشید من با دهنه پر حرف میزم، چون مجبورم. خانم اسکندری چطور شده غذا؟ راضی هستی؟ والا نمیدونم، بعد ببینم مهمونات چیه نظرشون. خودتون چند میدین به خودتون؟ والا راحت بگو همه ده. بله ببین آقای سروش همه اینجا آشپزن، خیلی سخته واقعا بخوایم چیز بگیریم، یعنی این قبط بگردیم یه چیزی ریزی. دیشب هم نست تو هم لبوات این مدلی بود،
چیکار میکنی این قالب من قالب دارم من قالب قربونت برم میخوام بخدا تنها سوالی که براتون میونه این همه قضا پیش اومد شکل لبوها بود تا عجب چیزی دارید من نیست بفرمیز من باشم بچه ها رژیم از فردا از این بیسکویت چیزا باید بگیریم ساقه تلایی بار ببین این ساقه تلایی چه هریانش چیه با آب میخوریم نه اون خیلی زیاده نه یه چند همه نه بازم کم بازم میگشم اینم برنج میخوام بخورم خیلی کم تر خیلی کم تر با آب میخوری تشنه میشه من فقط چیز همینجوری میخوری تشنه میشه باز با آب میخوری تشنه میشه فکر کنم یزید قاطیشه من هم اینقدر بسته اگه برمیدیم از اونام بدیم خواهی مقالو بله بله شما تا به حال هیچ وقت شده که احساس افسردگی بکنیم بله آقای سوری چرا فکر میکنین من نمیتونم افسردگی آخه اینقدر به نظر با انرژی و شاداب و قوی میایین که آدم فکر میکنه شما هیچ وقت افسرده نمیشه اتفاقا آدم هایی که اینجوری هستن خب آره من واقعا آره هم مدیریت خوبی دارم ولی خب فکر میکنم افرادی که اینجوری هستن تو خلوت خودشون چرا افسرده میشن من مخصوصا زمانی که خب میرم منزل خیلی دلم تنگ میشه برای خانوادم این همش احساس میکنم این کاش الان پیششون بودم یا به دلیل کارم که الان ادامه داره نه چرا من گریه هم میکنم من واقعا چه بچه های نازی هم دارم عزیزم تو تنهایی گریه هم میکنم ما با خیلی آره تو تنهایی خیلی گریه میکنم خانم اسکندری شما چی؟ والا به قطعا همینطوره برای منم پیش اومده به حال ما هم مثل همه انسان های کره زمین انسانی خوب داریم حالا بد داریم ولی مردم از من انتظار دارن اصولا دوره بریاد که همیشه اون چیزی باشی که مثلا تصویری که تو اجتماع ازت دارم همیشه ابرزن بعد باشی در واقع همیشه حالت خوب باشه و هیچ وقت ناراحت نباشی نه طبعا برای منم پیش اومده من فکر کنم برای ماها بیشتر پیش میاد اگه یه روزی حال و حوصله نداشته باشین یکی بیاد بگه میخوام باهاتون عکس بگیرم عکس العملتون چیه نه من میگیرم من اونجوری نیستم من خیلی خودمو یعنی من واقعا مردمو دوست دارم اون لحظه میدونیم به چی فکر میکنم به چی اون لحظه به این فکر میکنم که مگه چند بار ممکنه که این عزیزی که میاد جلوی من بتونه منو ببینه اگر دیدن من خوشحالش میکنه که قطعا همینجوره بعد میخواد با من عکس بگیره باشه من باید خودمو کنترل کنم چرا شده من یه موقع مثلا سر کار بودیم اومدم مثلا بهشون گفتم لطف کنیم وایسین بعدن این کارو انجام بدیم ولی نه اکثرا من دوست دارم من با مردم خیلی خانم محمدی شما هم افسرده شدی منم آره خواستم عزیزم نکنه الان هم افسرده ایم نه بابا هاش بده مریض دخترمون سر ما خورده من بخشم یه نقشه هم ببخشی بس اصلا توی نقشه هم که بازی میکنه این حال براش پیش میاد نه خودم تجربه رو توی سریال خاک سرخ داشتم من هم سر سفر شده و بعدش افسردگی گرفتم در یک شرایط خیلی سخت بودم و واقعا تحت تاثیر اون محیط و جنگ و اصلا ناخودآگاه آدم واقعا آدم تا اون مدت ها منگ بود یا تو زندان مثلا بعضی از کارهایی که دو بار نقش زندانی بازی کردم و تا مدت ها بعد از اینکه از زندان در اومدم واقعا حالم بد بود من این سوال از خانم بختیاری نپرسیدم برای اینکه مطمئنم ایشون هیچ وقت احساس افسردگی نکرد من بعد از در رقمی به نظر من اتقام بهنوش بیشتر از همه دا بعد داشته باشه این بعد در رقمی خیلی بد بود چرا برای اینکه صبح زود بود آفیش فقط به این دلیل حالم بد نه همیشه میگم خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است افرادی که واقعا بیشتر میخندن و شادن حالا به قول شما مدیر و مدبر خوبی هستن تو تنهایی خودشون یه خلوتی دارن که بالاخره یا با گریه کردنه یا با فکر کردنه ولی واقعا برای ماها بیشتر از آدمهای دیگه تحت تاثیر هستن شما هم تا حالا احساس غم یا افسردگی داشتی؟ نه فهم به من میگه من تو هم خبردار داری بله؟ مثل سوالی شده خبردار هم داری بابا من تو کارتون نیمدم بله احساس غم آره بابا چرا نه توی مسئله زندگی بالاخره اگه آدم قصه نشته باشه که اصلا آدم نیست که مگه میشه آدم بذاری دوم دبستان بودم بعد مامانم منو فرستاد که برم خرید کنم دم خونم موقع تازه اوایل جنگ بود سیستم سوپرمارکت اینا خیلی نبودی بیشتر همه بقالی بود اینا ولی دم خونه سوپرمارکت باز شده بود خیلی باحال و مثلا چند تا از این قفسه ها داشت اینا به من یه پولی داد و گفتش آخرش هم واسه خودت یه بستنی بخر
من خریده که گفت کردم پولم به بستری نرسید و قشنگ یادم اینا ریخته بودم توی چرخه، با چرخه رفتم اینا دوتا برادرای سلیمی اسمشون بودی سوپریه دو قلو هم بودن، یکیشون این وره سوپرمارکت بود یکیشون اون وره. من بیرون رفتم این نگاهی به این کردم و رفتم سر یخچال بستنی ها، اون موقع بستنی پاک یه قیفی بود اینجوری شونه ای، در یخچال باز کردم سرم رو کردم تو یخچال یه دونه بستنی قیفی خوردم آدم بالا دوباره با چرخم مسیرم ادامه دارم. چند سالتون بود؟ 7 سالی 8 سالی هیچ کچیلی بوده خیلی نه اینکه که اجازه در این حال که مثلا همه خریده مامانم رو انجام دادم ولی پولم نرسید به اون بستنی، ولی هیچ وقت قرده به این آقای سلیمی رو میرم یاده بستنیم قیفی که یواشکی دزدکی. من تقریبا 9 سال 10 سالم بود، من یه مدرسه میرفتم مدرسه فرانسوی ها بود، اون موقع مدرسه ملی بود. مادر من خب هر روز صبح وقتی که من و برادرم میخواستیم از خونه بیایم بیرون، خب یه تومن خیلی بود اون موقع ها، 10 ریال آه میگن آره بگیم 10 ریال آره فکر منظورتون 1 میلیون تومن نه 1 تومن همون 10 ریال قدیم سکه بود و یه 10 ریالی به من میداد، یه دونه به برادرم و یه ساندویچ برای من درست میکرد، یه ساندویچ برای داداشم. بعد خب بیژن ما خیلی بچه خوش صورتی بود، موهای طلایی و برعکس من سبزه و اصلا دو تا چیز متفاوت. ما سر کوچه که وارد میشدیم موقع سینما رویال توی انقلاب که میایم، الان دیگه حالا نمیدونم اسمش چیه، ما تو اون خیابون مدرسه‌م بود، یه خانم مسنی همیشه جلوش دست فروش بود. اون موقع آدامس خروس داشتیم، آدامس شیک داشتیم، مثلا کشایی که برای شلوار مثلا انتخاب میکرد، سنجاق قفلی و اینا اینا رو روی زمین بساط میکرده. پر میگه یه خانم مسنی بود، من باورتون نمیشه تا مدت ها هر روز که میمدم رد میشدم اینو نگاه میکردم، هم یه تومن خودم و همون 10 ریال خودم، هم ساندویچم رو میدادم به این خانم. بعد میومدم تو مدرسه گشنه میموندم، بعد به داداشم میگفتم نصف ساندویچ تو بده به من، میگفت نمیدم بهت، میخواستی ندی. بعد که میومدیم بهش یکی دو بار بهش گفتم خب لااقل از اون پولت یه پول بلیت اتوبوس بده، ما با اتوبوس 2 طبقه بود اون موقع میرفتیم میومدیم، میگفتم یه پول بلیت به من بده، یکی دو بار داد و بار سوم چهارم گفت نمیدم بهت. بعد تو مدرسه هم دعوام شد میزدمش، میگفتم تو بعد پولتو با ساندویچتو بدی به این خانومه، میگم نمیدم. واقعا تا مدت ها من کارم این بود، خب بچه بودیم نمیدونستم مثلا بیامه. یه روز مادر من دیرتر میره سر کار، چون همیشه ما میمدیم خب مامان غذای ما رو گرم کرده بود گذاشته بود و سر کار بود تا بعد از ظهر برمیگشت، چون ایشون هم تئاتر کار میکرد دیگه. من نمیدونستم حالا اون روز مامان دیرتر میره، این کارو با من داداشم کرد، یعنی من طبق معمول گشنه موندم تو مدرسه، ساندویچمو دادم و با پولم دیگه با داداشم حرف نمیزدم. این برای خودش سوار اتوبوس شد اومد، منم پیاده اومدم. بعد وارد خونه شدم نمیدونم، حالا من خودم بچه دارم یه حس الان میگم بچه ها احساس میکنن یه دفعه مادرهاشون یا پدرهاشون که میبینن، یهو من بغضم ترکید تا مامانمو دیدم. به مامانم گفتم اینم بچه است تو زایدی، من مامانم میخوره که نگام که بغلم کرد گفت چته داداشم مگهش، گفت بابا این دیوونه است هر روز هی ساندویچ و پولشو میده به این پیرزنه، من هم کتک میزنیم که به من بده. هیچ وقت یادم نمیره حرکت مامانم، نه مامانم منو بغل کرد با مامان جان از فردا من یه 10 ریالی با یه تومنی هم برای اون خانوم میذارم، تو غذای خودتو بخور، مال داداشتم دیگه نمیخواد بگیری اینم. و واقعا ممنونشم، یعنی الان من فکر میکنم از این مادر یه چیزایی رو دارم که دقیقا همینجوری هم. من اگه هر چی داشته باشم دوست دارم با همه قسمت کنم، بله بخورم، جدی میگم این هیچ وقت یادم نمیره که چه پناهی یه دفعه به مادرم بردم، اینقدر دلم پر بود روزها گشنگی میکشیدم تا بیام خونه. سرمون کوبیده شد به تا، من که واقعا عاشق چیدمانت شدم، بسیار زیبا. شما فردا میتونی مهمونی خونه من؟ بله خانم آمدی، خسته نباشین، شما ماشاءالله بیشتر از همه میل کردین. آخه ببین واقعا این قیمه چیز قیمه امام حسینی بهش میگن دیگه، زیاد خیلی فکر میکنم خیلی سخته، مامان من که کم درست میکنه به خاطر همون خوردم ها، خیلی هم خوشمزه خوشمزه من اینقدر، ولی شما کوفتم کردین اینقدر چرا؟ نرگس
داری همش میخوری میخوری. نه واقعا شما خانم بختیاری خسته نباشید. دوباره من وینی ببین خانم مقاله چقدر مهربان. خانم محمدی نرگس عزیز وقتی اومد خیلی حالش بد بود چون سرم خورده، بعد که رفت آمپولش رو زد اومد یه ذره بهتر. ماشاءالله الان انرژی گرفتن توپ توپ شدن. من از همین جرامو میکشم میرم فردا موبایل خاموش. من کجا میان؟ شما میان مهمون حبیب خداست. خب بچه ما رو من عباس قادریه نیای چیزای غیر قابل پخش بدم یک شاد بدم ما دسر رو بریم اون طرف بخوریم چون من یه سرپرایز خوب براتون دارم. وای مرسی ماشاءالله این چی مسخطی مسخطی. آره این از این کلاهی. آره این هم مشکوکی من در دو شکل تهیه کردم واسه تو. فردا صبح سر کاریم سر کاریم من باش میگم چی میشون کسی که اولین بار چیز هفته صبح رفت سر کار ده صبح میرفت. آره اولین بار ده صبح میرفت سر کار. یادگاری از من برای شما در پروژه وسطی مالش بهنوشه. مرسی فرمایی میتونم برگرم میشه ببینیم یادگاریاتون چیه؟ چشم لاله عزیزم خیلیش میکنم. لاله چه کردی امشب؟ ما رو شرمنده کردی به خدا. چقدر با سر ببخشید یادگاری ها رو ببینیم چی عزیزم. بله این ما یادگاری مثلا یه ساعت طوله یاد ما ساعتمونه. ای خدا من رو خیلی وای کلیدت قلبم ان شاء الله خوز میگی. لاله اسکندری دوست منه. خانم اسکندری گفتیم یه دونه شگفتانه یه سورپرایز عجیب غریبی هم امشب داریم. سورپرایز دارم برای بچه‌ها. امیدوارم خوششون بیاد. یه دوستی رو میخوام بهتون معرفی کنم به نام آقای دانیال که از دوستان خانوادگی ما هستن. ایشون خیلی کارهای عجیب غریبی میکنن. من حالا ازشون خواهش میکنم که بیان وارد جمع ما بشن، در کنارشون باشیم. بفرمایید آقای دانیال. سلام آقای دانیال. سلام. سلام. دستی بزنید. سلام. موسیقی میزنم. نه خیلی سر جالبتری انجام میدن. حالا کم کم باشون بیشتر آشنا بشید. خیلی خوشحالم. حال شما دوستانی که دیگه میشناسید خانم بختیاری، خانم محمدی و خانم مقاندو. خیلی خوشحالم. خب داشتم فکر میکردم که چی براتون آماده کنم امروز. بچه یکی از دوستان یه اسباب بازی خریده بود که توش یه بسته کارت داشت. گفتم که چه جالب میتونم از این استفاده کنم که یه سری چیزای جالب بهتونشون بدم. ببینن یه اسباب‌بازیه که توش یه دست کارت هم داره. آره که از این شکل داره. روش یه گربه است یه روباه نمیدونم. بعد هر کدومش هم یه رنگ مثلا هم یه عدد داره هم یه رنگ مثلا سبز و قهوه‌ای و برف. خب خانم مال ممکنه این کارتا رو قاطی کنیم با هم دیگه قشنگ ترتیبشون به هم بخوره. خیلی ممنون. بسیار عالی. حالا حالا اگه ممکنه یه دونه این کارتا رو بردارین نظرین من ببینم. یه کارتو بردارین هر کدوم که میخواین و رو میکنم این بر ببینینش مصبب کنین. حالا میخواین عوضش کنین یا هم خوب؟ نه خوب از... ما ببینیم خانم مقابل شما رو تو کدوم دور شما مصبب کنین. چون از هر کارتی چند تا تکراری این تو هستش من میخوام واسه این که اون کارتو متمایز کنم از بقیه کارتا اگه ممکنه روش واسم یه علامت که بذارین امضاش کنین بزرگ طوری که دوربین ببینه. بعد از اینکه امضاش کردیم به این دوربین نشونش بدیم. من رو میکنم این که نبینم بعد پس علامت هم بزنین بزرگ باشه که دوربین ببینتش. علامت بزنین خانم مقالو. علامتش هم ما ببینیم. یه علامت گنده گنده تر ببینیم علامتشو. بله دیگه خیلی علامت گنده ایشون. میتونم برگردم؟ بله بفر. خب خیلی ممنون. خب الان پس ما یه کارت داریم که علامت داره فرق داره برای کارت. حالا هر جایی که دوست داریم من بگیم باسته بگیم بس بس. خب میشه کارتتون بذاریش اینجا. خب کارت شما الان این روه. من بقیه کارت رو میزنم روش. کارت شما رو بر میزنم تو این کارت ها. کارت شما رو قاطی میکنم تو این کارت ها. سعی میکنم تا جایی که بشه عادلانه
قاطیش میکنم، درسته؟ قبوله؟ الان کارت شما هر جایی توی این کارت ها میتونه باشه. حالا میخوام یه کارت انتخاب، یه کارت رندوم انتخاب کنین، هر جایی که دوست داریم من بگیم باس. بس. خب احتمالی که این کارت همون کارتی باشه که علامت داشتین خیلی کمه، درسته؟ که کارت شما نیستش. نه شیشه آبی، این کارتی نیست که شما علامت داشتین. حالا اگه میشه دستتون رو اینجوری نگهش دارین، من این شیشه میدمش به شما، اون که دستتون رو بزنینش روش مثل ساندویچ. آره. کارت بعدی سه قهوه‌ایه که اینم کارت شما نیستش، درسته؟ حالا یه کار جالب، اگه من این سه رو رو دستتون اینجوری تکونش بدم، شیشه تو دست شما می تو دست من نگاه کنین چی تو دستتون ببینیم چی دست. اوه مای گاد، من هی دارم نگاه کنم به خودم چی جوری شد؟ این کارت علامت داره، درسته؟ یه اتفاق جالب، میدونی آب و روغن رو با هم دیگه نمیشه قاطی کرد، روغن از آب سبک‌تره، همیشه میادش رو. این کارت شما با علامت شماست، درسته؟ کارتتون میذارم یه جایی وسط این کارت ها، تقریبا وسط. قبوله؟ هیچ حرکت تندی انجام نمیدم، خیلی آروم. به نظر شما کارت شما از رو الان چندمین کارت؟ عدس بزنی یه عدد هرچی. از رو؟ هشتادمی. کمترن اینا. آره. دهمی. دهمی خب. ولی مثل آب و روغن، به خاطر این امضایی که شما کردین، هر وقت که من بهش کم بزنم کارت شما میده شروع میشه کارت وای بایشی ماشالله. یکی از قانونهای شعبده بازی اینه که یک کاری دوبار نباید انجام ده، ولی یه بار دیگه، یه بار دیگه میام نزدیک تو میشینم که خوب ببین. این کارت شما با امضای شما سرسه؟ بله. ممکنه نصف کارت رو رو بردارین، نصفش رو بردارین تقریبا. خب آره بلندش کن، آره میزنمش اینجا، آره بزنی روش. الان کارتون یه 100% وسط درسته؟ بله. من یه بشه میزنم میشه رویه رو ببینم؟ من قلبم اگه باشه پناه بر خودم. خیلی خوب. دفعه سوم، دفعه سوم. یه بار دیگه این دفعه بهتون نشون میدم. این کارت شما با علامت شماست. خیلی آروم میش حرکت تون انجام این کارت شما رو بهتون دفعه نشونش میدم. کارت شما سرسه؟ بله. خب. میره وسط بالا، میره وسط پایین. درسته؟ این دفعه کارتتون باید 100% جای این وسط باشه. آره. حالا یه بشکن بزنم، کارتتون دوباره میشه. دفعه آخر، دفعه آخر، دفعه آخر، دفعه آخر. این دفعه کارتون رو خمش میکنم، نگاه کن این کارت شماست، درسته؟ تو بینا کارت شماست، این دفعه خمش میکنم. میبینی؟ این دفعه کارت شما تنها کارتیه که خمه، درسته؟ آره. میبینی؟ آره. بقیه کارت رو میزنم روش، کارتون خم و وسط داره، نگاه کن چی میشه اگه بشکم میزنم. تو رو خدا نه بشکم نزنی. تموم شد بالاخره امشب. بالاخره تموم شد. شب سختی بود، طولانی، ولی خدا رو شکر خیلی خوش گذشت. به من که خیلی خوش گذشت، خصوصا در بخش تردستی و شعبده بازی با حضور آقای دانیال. فکر کنم بچه‌ها خیلی لذت بردن از این بخش. بله خیلی اصلا عجیب بود، عجیب بود. پس خودتون راضی هستی؟ خودم که اصولا خانوادگی ما اصولا عادتمون اینه که معمولا از کارهای خودمون راضی نیستیم، ولی من تمام تلاشمو کردم با توجه به یه در میریم خانم بختیاری. بله خانم بختیاری هستم. قسمتی که خانم اسکندری باید صحبت کنن چشکاله من رفیقم بابا. این بخش قراره که تنها باشن هر کسی. کل خیابونمون من رفیقمونه، کل خیابون ما رو رفیقمون درست کرده. ما تو چیزیم بگم اسم خیابونمونو. بله. تو کاوه ایم، بعد اون کاشیکاری‌های تو خیابون مال رفیق منه. نه بشینم اینجا اینجا قسمت امتیاز دهی قرار کسی نشنوه. من که دیگه قرار نیست به کسی امتیاز بدم دیگه. میخوام ما تعریف کنه، میخوام از مهمونام تعریف کنه. اون چیزی که به سرتون بستینم شبیه کاشیکاریه. اینم کار رفیقمه. چیه الان خانم اسکندر؟ اشکال نداره ایشون باشه. نه خواهش میکنم، من اول می‌خواستم یادی بکنم از مامان بزرگ عزیزم، عکسش بهتون نشون بدم که در واقع روز جلسه اول که راجع به غذاها صحبت کردیم گفتم من اول غذایی که یاد گرفتم قرعه قیمه بود از ایشون، 14 سالم بود و تمام خاطرات خوشی که دارم در کودکی در شهرستان کاشمر در خونه مادر بزرگ در دیکای مسی و به یاد اون امشب برای بچه‌هام تو دیگه مسی غذا خوشی. خیلی آقای سروش واقعا
یکی از شبای بسیار زیبایی بود که شاید من تو طول این دوره همکارامون داشتم. اینقدر صمیمیت لاله عزیز، خونه زیباش و یک دکوراسیونی که واقعا فرق میکنه، شاید در خیلی جاهای دیگه ما نبینیم یا کمتر ببینیم. من دسر رو زیاد نخوردم به خاطر اینکه انقدر چیزای دیگه خوشمزه بود و انقدر سرگرم کارهای آقا دانیال شدیم، فرصت نکردم دسر. چرا یه دو قاشق خوردم ولی خوب خوردم. حسن شب من یه شب استثنایی به معنی واقعی تو زندگیم بود. به خدا آقای صد، من خیلی اهل دوست بازی یا خونه دوست رفتن نیستم، به خاطر اینکه خیلی مشغول به کارم هستم، زیاد مراوده متاسفانه نمیتونم با دوستا همکارام داشته باشم و همیشه از این موضوع ناراحت بودم که چرا اون صمیمیتی که دلم میخواد اتفاق نمیفته، چون خودم مقصرم، چون زیاد تو معاشرت نیستم. امشب حالا به غیر از آشپزی و اینا که خب به نظرم خب در درجات پایین تر یه نسبت به اخلاق و رفتار احساس کردم که چقدر این برمون شامه. چرا آشپزی درجه نه شاید. خب به نظرم مهمتره دوستای خوبی باشیم برای هم دیگه تا آشپزی خوب برای هم بکنیم. احساس کردم که چقدر من دوستای خوبی دارم و در این سالا هیچ وقت نتونستم باشون یه جمع اینجوری داشته باشم، یه صمیمیتی که از موج بیشتر 100%. من لاله اسکندری رو بهش گفتم، گفتم با تمام وجود و با افتخار میگم که تو دوست من. قیمه مقدار لیمو عمانیش زیاد بود، تلخ شده بود، فکر میکنم لپه مقدار زنده بود، یعنی باید بیشتر میپخت. روب اگه کمتر استفاده میشد قبلا میشد سرختر بشه، رنگش بهتر میشد، تیره نمیشد اینقدر و باز میمون. برنجشون خوب بود ولی به اصطلاح خیلی سخته واقعا، ولی خب مجبورم بگم تحچینی که داشتن من احساس کنم یه مقدار تخم مرغش کم بود، مرغی خورد حالت تگرفتگی پیدا کرده بود و تیست من اینه که، یعنی من نظر شخصیم اینه که زرشک باید یه مقدار ملستر و شیرین تر میشد که ترش نباشه، ولی کشک بادمجون خیلی خوب بود ولی کم نمک بود. یه مقدار خدا خوشا نگاه میکردیم ماشاءالله در حال میکردم موشی جانتون خسته نباشیم. حتی بعد از این همه که میل کردیم امیدوارم شما بتونیم بخوابین. چه امتیازی؟ نه بابا میخوابم، چرا نخوابم؟ یه ذره شاید دل درد داشته باشم. نه ندارم. دوباره فردا میگیم من مریضم دل درد داشتم تا نه انشالله که تا فردا خوب میشم. بعد چه امتیازی میگیم؟ الان بایستیم من اینو بکشم، ستاره هاشم میکشم. من ده میدم به لاله چون بله چون بله. خیلی خوب الان من به لاله عزیزم با این که میدونم که این نمره براش خیلی کمه و عزیز من میلیارد ها میلیارد ارزشمنده، شخصیتش، خودش و چیزش، ده میدم. یه ذره لوس نیست. نه لوس نیست، خیلی هم خوبه. میخوای دوستی ما رو به هم بزن؟ میگم گذشته از همه این که بسیار ازشون ممنونم، از لاله عزیزم، نازنینم که بسیار خوب بودن از باب همه چی، ولی چون من توی قضا رو باید به اصطلاح نمره بدم بر من ببخشن. انشالله من نمره 7 رو بهشون. بسیار عالی، بسیار عالی. دوستشون هم دارم بسیار زیاد. انشالله که از من واقعا مکدر نشده باشن. این فقط برای این هستش که حالا تجربه‌ای که شاید من خودم دارم و تیست منه این رو گفتم. خیلی ممنون که اینقدر خوب نمره دادید. یک دنیا ممنون. خواهش میکنم، سپاسگزار از شما. خواهش